سلامت استاد. من حالا در پیرو به صحبت‌های شما، من یه قضیه‌ای بوده که من دوست دارم اینو براتون بازگو کنم. قبلها بازگو کرده بودم تو شبکه‌های توحیدی. بفرمایید آقای. یه بنده خدایی بوده، بعد ایشون یه خانومی بودن که مادرشون وینچری بود. درست. ایشونو میبرن امام رضا، با وینچر میبرن پای حرم ها. بعد این خانم یه هویی از رو وینچر پا میشه، این ذریح رو میچسته. درست. مردم میریزن لباساشو تیکه پاره میکنن، هر کی میاد از یه لباسش یه تیکه میکنه میبره. بعد میان به این دختر خانومش میگن، میگن چی شد، شفا گرفت مادرت، چطوری بود؟ گفت نه، مردم با ما خسارت زدن، مادر من فلج نبود، فقط پاش درد میکرد. من این مسافت طولانی بود، فقط میخواستم با وینچر ببرم پای حرم. حالا مردم ریختن و گفتن آقا شفا داد و کشتن و بردن و چال کردن و خوردن و ریختن و رفتن. همین شایعات اینجوری پیچیده. درست. بعد البته استاد، من حدود 15 سال پیش پدر من یه بیماری شدیدی داشت، تومور داشت، به خدا دارم اینو راست میگم. بله. یه جایی بوده محلی میرفتم اونجا متوسل میشدم. من عمری ببین بر این گمراهی بودم. پدرم رفت اونجا خوابید، متوسل شدم به یه مکانی اسم نمیبرم. درست. بعد اومد، بعد رفتن اسکن مغزی گرفتن، دیدن اون تومور تو سرش نیست. درست. ولی ما فکر کردیم شفا گرفته، ولی در صورتی که اون یه ورم مغزی بود. درست. یعنی طبق دکترها خودش خود به خود خوب میشد. درست. بعد من حالا قبل اینو جدیدن متوجه شدم طبق برنامه های علمی. درست. من به این عقیده رسیدم اگه پدر منم به اون منطقه نمیرفت، تقدیر خدا بر این بود که باید شفا پیدا میکرد، باید از این بیماری رهایی پیدا میکرد. این سرنوشته به دست ماست. آقا تقدیر خدا بر اینه در فلان روز من از یک بیماری نجات پیدا کنم، حالا من سرنوشتم و طوری تعیین میکنم که فلان روز میرم میچسبم به حرم امام رضا، آقا فکر میکنم امام رضا منو شفا داد، در صورتی که این تو تقدیر خدا بوده. درست. بعد فکر کنم مفهوم رسونده باشم. بله استاد. بله کاملا. بعد من حالا یه سوالی برام مطرحه. بفرمایید. این هندوها، اگه از هندوها بپرسی چرا این بت ها رو صدا میزنید، اگه از این هندوها بپرسی اعتقاد دارم به خدای یگانه. بله. ولی ازشون بپرسی چرا این بت ها رو صدا میزنید، چرا ملازم این بت ها میشید، مدعی میشن آقا خیلی از بیمارای ما شفا گرفتن. بله. خب آیا این کارشون شرکه؟ این چه جواب میشه براشون آورد؟ اگه از همین هندوها بپرسی میگن آقا ما شفا گرفتیم، ما برحقیم. بله. اگه اشتباه بود ما خیلی از بیمارامون شفا گرفته. درست. یا مسیح پرستا همچین چی رو دارن، عقیده رو دارن. بله. یهودی هم همچین عقیده رو دارن. درست. شیعیان هم همچین عقیده رو دارن. کاملا. بعد استاد، من البته من قبلا عرضم به خدمتتون که من یک کلیپی تو شبکه آخرین مطلبم. خب بفرمایید. من تو شبکه توحید یک کلیپ از آقای اغزوینی نشون دادم، باور کنین از اون روزی که من این کلیپ رو دیدم حدود یک هفته یا ده روز من دیدم، اصلا نسبت به این آدم یه تنفر سنگینی پیدا کردم. یعنی من یه سوالی دارم، آیا کسی به این قزوینی گفته چقدر تنفر انگیزه که برمیگرده به زن پیغمبر میگه نعوذ بالله زبانم لال، که میگه ام المؤمنین سراپا شره، یا اون آقای یزدانی چی بگم آقا، میاد میگه آقا توف سربالاه، آقا زن پیغمبر، آقای قزوینی شما که میای میگه آقا من چند تا سوال در مورد عایشه دارم، تو برو از زن خودت سوال بکن. من 52 تا از زن خودت سوال دارم آقای قزوینی. تو از زن پیغمبر سوال داری، من الان 52 تا سوال از تو از زنت دارم آقای قزوینی. چرا ول نمی‌کنی زن پیغمبر رو؟
تو رو بچست مراقب زن خودت باش که کجا میره، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. مراقب دختر خودت باش، مراقب ناموس خودت باش. خدا آقای انصاری، از اون روزی که من این کلیپ رو دیدم اصلا یه جوری شدم، اصلا بدم اومده. یعنی باور کن حتی تو یه جا رسیدم بداشتم از دین زده میشدم. یعنی نمیدونم، به حس تنفرم رو تونستم به شما برسونم، القا تونستم بکنم. بله کاملا کاملا تشکر میکنم آقا رحیم. من اجازه بدید بفرمایید آخرین مرد پس اجازه بدید من برای آخرین بار یه بار این ذهن خودم رو محک بزنم، چطوره؟ خوبه. آقا رحیم شما از هزار تا 1101 شماره انتخاب بکنید، شما یک کلیپ هم داریم در این زمینه باید پخش بکنید. من کمک هم نمی کنید، یه تقلبی به من برسونید درست این دفعه اشتباه نکنم. نه، مدیر شبکه ولایت شاید بتونه کمکتون بکنه، من دیگه نمیتونم جلوی میلیون ها بیننده اینجا چیز بکنم، کمک بکنم. 1112 مطمئنم این دیگه درسته استاد. تشکر میکنم از شما آقای بزرگوار، تشکر از شما. یا الله مدد، یا الله مدد، تشکر از شما. دوستان عزیز در اتاق فرمان این کلیپ رو لطف کنید صدا و تصویرش رو پخش بکنید. اینو تقدیم میکنم با آقا رحیم بزرگوار، با هم میبینیم این کلیپ. از 1000 تا 1100، از 1000 تا 1100، 1330، نه 1130، از 1000 تا 1100، 1000 تا 1100، 100، 1000 تا 1100، 100، 1111 سال وفات علامه متین مجلسی، 1111. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 رو مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555